تقریبا دو ماه زودتر از این که اصلا آیفون های 16 معرفی بشه آیفون های 16 الان اینجاست و میخوام 16 تا نکته ای که ازش میدونیم رو بهتون بگم با تمام دیتیلی که ازش لازمه که بدونید سلام به موبکس دوست داشتنی من مهدی شجری هم خیلی خوش اومدید به ویدیو جذاب دیگه اینی که اینجا تو دستم آیفون 16 آیفون 16 آیفون 16 16 پلاس 16 پرو و 16 پرو مکس اینجاست بریم ببینیم که تو بخش مختلف چه تغییراتی کردن اول از همه شروع میکنیم با آیفون معمولی یعنی 16 و 16 پلاس توی بخش طراحی بزرگترین تغییری که به نسبت نسل قبلی کرده همین دوربیناشه که بعد از دو نسل که زبدری بود الان شده زیر هم دیگه دلیل این اتفاق رو میشه اینجوری گفتش که چون اسپشال ویدیو اومده شما ویدیوهای بسازی که دو بود یعنی 180 درجه باشه واسه ویژن پرو این دوتا باید زیر هم دیگه باشه که ترکیب دوربین اولترا واید و دوربین اصلی بتونه همچین ویدیوهای رو بسازه هم توی نسخه اصلی هم توی نسخه پلاس این اتفاق افتاده که دوربینا زیر همدیگه است یه فلش هم کنارشون داره نکته جذاب که نمیشه گفت نکته مهم دیگه ای که اضافه شده به سری کلی آیفون های 16 اینه که یه دکمه اضافه شده به اسم کپچر دکمه ای که باش میتونید عکاسی بکنید و فیلم برداری بکنید دقیقا زیر دکمه پاور یه همچین دکمه قرار اضافه بشه که عجیبه چرا باید همچین چیز اضافه بشه وقتی شما میتونید با دکمه کم زیاد کردن صدا این بلا رو سرش بیاری که همون کپچره رو بزنی یا مثلا بتونی رکورد بزنی تو ویدیو یه دونه دکمه پایین اضافه شده که هنوزم معلوم نیستش که دقیق به صورت تیریدی دیتا چه مثل دکمه هوم آیفون های 7 یا به صورت فشاریه مثلا این دکمه های مثلا پاورش که هست ولی یه دونه دکمه کپچر ویدیو و عکس اینجا اضافه شده که یه ذره به نظرم عجیب غریبه که چرا آخه ها؟ حالا توی آیفون های 16 و 16 پلاس یه دونه چیز اکشن باتن هم اضافه شده توی آیفون های 15 و 15 پلاس که آیفون های معمولی بودن اکشن باتن رو نداشتیم دلیلش این بود که روی نسخه‌های های پرو فقط گذاشته بود ولی توی 16 ها دیگه اینجا اکشن باتن هم دارید که میتونید کاستماایز بکنید نکته رو بهتون بگم که این اکشن باتن در نهایت همون کار میوت رو براتون میکنه خیلی سخت احتمالاً بتونید اگر کاربون و... کاربر آیفون بوده باشید اینو عوضش بکنید به چیز دیگه چون اینجا عادت کردید که خیلی راحت گوشی رو سایلنت بکنید نکته دیگه ای که تقریبا بخش طراحی معمولی ها گذشت بریم سراغ اصلی ها. توی اصلی ها تقریبا هیچ فرقی نکرده به جز یکی دو تا ریز پکیج دوربینا که همونه دکمه کپچر اضافه شده ولی صفحه نمایش بزرگتر شده آیفون 16 پرو به جای 6 و 1 قرار بشه 6 و 28 آیفون 16 پرو مکس به جای 6 و 7 احتمالا بشه 6 و 80 و 6 و 7 یعنی تقریبا دو دهم اینچ بهشون اضافه میشه نکته جذاب اینجاست که ببین این آیفون 16 پرو مکس این آیفون چیز شون... چیزه 15 پرو مکس اختلافشون خیلی زیاد نیست نگاه کن وقتی من اینا رو از پایین فیت میکنم اینجوری که از پایین فیت میشه ببین یه کوچولو میاد بالا همین اختلاف کوچیک توی سایز یعنی چی یعنی سوپر هاشیه های باریکی رو قرار روی رو آیفون های 16 پرو و 16 پرو مکس داشته باشیم در حدی که همه میگن چی میگن باریکترین حاشیه هایی که تا به حال تاریخ سمارتفون ها به خودشون دیده قرار روی آیفون 16 پرو و 16 پرو مکس بیاد اینا همه شایعات و گمانه ولی خب شما دیگه شایعه رو ببین دیگه الان تو دست منه این آیفون 16 پرو مکس با این تفاوت که فقط فلزشه حالا اینا چیه تو پرانتز بگم که اینا از کجا میاد کمپانی هایی که قاب و گلس واسه گوشی ها تولید میکنن قبل از این که اصلا گوشی بیاد وارد بازار شه اینا از یکی دو ماه قبلش همه چی آماده میکنن که همزمان با گوشی وارد بازار بشه که بتونن بفروشنش و میرن پول میدن از مثلا یه سری لینک و ارتباط توی کمپانیایی که مثل فاکسکان و اینا هستن و میخرن دیگه میخرن و میسازن و اینا رو هم استفاده میکنن بین کمپانی خودش جابجا میشه عددهای سنگینی هم معمولا جابجا میشه مثلا رو 100 صد هزار دلار میدن که مثلا بتونن اون مولدش رو بسازن که بتونن روش قاب و گلس در ببین چقدر از اون قاب و گلسه دارن سود میکنن که همچین هزینه هایی میکنن کاری نداری خب از بخش طراحی بگذریم دیگه چیز اضافه ای نیست نکته ای که وجود داره اینا همچنان تیتانیوم هن. اینا همچنان آلومینیوم و توی شایعات نیومده که آیفون 16 های معمولی هم قراره که تیتانیومی باشن بریم سراغ صفحه نمایش که یه دونه فناوری قرار به نسخه های پرو اضافه بشه به اسم میکرو لنز که میاد روشنایی صفحه نمایش رو بیشتر میکنه روشنایی نمایشگر بیشتر بشه نور از دست میدیم دیدی چقدر جالب بود روشنایی نمایشگر که بیشتر بشه اتفاقی که میفته در حقیقت اینه که برای اینکه بتونه به اون روشنایی بالاتر شما رو برسونه باتری کمتری مصرف میکنه و اندازه و سایز صفحه نمایش هم که بهتون گفتم حاشیه‌اش هم که باریک‌ترینه رو بهتون گفتم اون مصرف بهینه که حرف شد میرم سراغ باتری با باتری ها قرار ارتقا داشته باشه از آیفون 16 تقریبا 5 درصد به نسبت نسل قبلی خودش با ایش بیشتر میشه تا آیفون 16 پلاس که 9 درصد به نسبت نسل قبلی خودش که خودش هم رکورددار دار بود آیفون 15 پلاس قراره که بیشتر هم بشه یعنی عملکرد باتری هم بهینه‌تر میشه دلایل بهینه‌تر شدن باتری رو هم جلوتر توی سخت افزار بهتون میگم بریم سراغ دوربین تو نسخه های معمولی دوربینا ها همینجوری زیر هم دیگه یه شایعه‌ای که وجود داره اینه که کل سری 16 قرار رو دوربین اولترا وایدش بشه 48 مگاپیکسل اگر این اتفاق بیفته در حقیقت ما عکسای اولترا واید بهتری داریم عکسای اولترا که دیگه اون اختلاف کیفیت توی یک x و نیم X خودش رو انقدر نشون نمیده اگر 48 مگاپیکسل بشه همه اولترا واید 48 مگاپیکسل میشه توی نسخه های معمولی میذاریمشون کنار توی نسخه های اصلی زومی که روی پنج برابر بهتون میده قراره که تکنولوژی فناوریش عوض بشه به جای 77 میلی بشه 300 میلی یعنی میتونه زوم بیشتری بهتون بده روی نسخه های پرو و نکته ای که وجود داشت این بود که روی آیفون 15 پرو پنج برابری زوم نداشتیم ما روی آیفون 15 پرو مکس فقط بود الان قرار روی 16 پرو و 16 پرو مکس هر دو زوم پنج برابری که 300 میلیمتر فوکال بهتون میدن داشته باشه که یه ذره این شاید عجیبه چرا باید 300 بده بعد باید استابلایزرش رو درست بکنه بعد داستانهای اینجوری اتفاق میفته روندی هم که توی دوربینش هست همینا یعنی 48 مگاپیکسل اومده که اولترا واید ها تغییر میکنن یه زومی که توی نسخه های پرو و پرو مکس هستش که فوکال بالاتری بهتون میده بریم سراغ پردازنده جایی که تغییرات و اتفاقات خیلی ریشه‌ای بعضن و یه سری تغییرات خیلی دم دستی هم میفته که بهتون میگم اولین تغییر ریشه اینه که احتمالا پردازنده A17 معمولی رو رو نسخه های معمولی داشته باشیم پارسال تحت عنوان A17 معمولی اصلا معرفی نشد یه دونه A17 پرو معرفی شد که رفت روی نسخه های پرو و پرو مکس الان a 17 معمولی یعنی پرو نیست a 17 معمولی احتمالا میاد که همون پردازنده های سنونومتری هن که میاد روی نسخه های معمولی میشینه a 18 پرو ساخته میشه واسه نسخه های پرو یعنی 16 پرو مکس و 16 پرو احتمالا a 18 پرو رو دارن چقدر پرو و 18 و 16 و اینا احتمالا گیجتون کرد یه بار دیگه بزنید از اول ببینید اگر گیج شدین این از این که پردازنده ها ارتقا پیدا میکنن سیستم خنک ای هم که روی گوشی ها به کار میره احتمالا تغییر بکنه یه لایه بیشتر فلز روی باتری میاد که بتونه حرارت رو به خوبی بهتر خارج بکنه حرارت قاتل و دشمن گوشی و باتریشه و ضرر داره مصرف زیاد میکنه و داستان ایجاد میکنه که سیستم خنک کننده هم تغییر میکنه اما دو تا تغییر دیگه که یکیش خیلی جذابه اینه که احتمالا نسخه های پرو از وایفای هفت استفاده بکنن وایفای هفت یعنی چی؟ یعنی 400 گیگابیت سرعت انتقال یعنی شما میتونی مثل پلنگ فایل جابجا جا بکنی و سرعت خیلی عجیب غریبی بهت بده و خب توی ارتباطات با وای فای هم که خب به نظرت اینترنت که داستان برای اینترنت ایران وای فای یک هم کافیه متاسفانه ولی وای فای هفت میاد روی این وای فای شیشه ای میاد روی نسخه های معمولی که میتونه سرعت انتقال فایل و سرعت اتصال به <applause> اینترنت رو براتون بهینه تر بکنه چیپ کوالکام 5 gش رو هم احتمالا به 5G ادوانس تغییر بده 5G ادوانس هم بهینه تر مصرف میکنه و همین میتونه توی باتری اثر بذاره این هم کل تغییراتی که روی سخت افزارش قراره بیفته اما یه سری چیزا هم یه نیمچه اشاره ای میکنه به AI که توی مراسم iOS 18 با هم دیگه دیدیم ویدیوش اینجا هست که میتونید ببینید یه یکی از شایعاتی که اضافه شده اینه که میکروفون برای همه این گوشی ها قراره که ارتقا پیدا بکنه یعنی کیفیت میکروفون قرار بالاتر بره دلیلش هم اینه که ارتباط شما با سیری که قرار هوش مصنوعی جی پی تی بشینه روش باید عمیق تر بشه و نیاز به میکروفون بهتر دارید و توی این نسل هم احتمالا همه ی قابلیت های اپل اینتلیجنس یا ای آی های اپل رو بتونید تجربه بکنید معمولا وقتی یه قابلیت های عجیب غریبی که میاد مثل سامسونگ و گلکسی که واسه پرچم داره اومد بعد خورد خورد شروع کرد تک به گوشی های ردش هم داد احتمالا همه قابلیت های ای, ای برای آیفون های 16 بیاد تک و توک ازش حذف بشه بره واسه آیفون های 15 پرو و 15 پرو مکس بعد دیگه همینجوری هی کمش بکنه مثلا یه یکی دو تا قابلیت هم با آیفون های نسل قبلی بده ولی چون قراره با ای آی هم اینجا زیاد کار داشته باشین شما میکروفون قوی تری هم دارین هر چیزی که از آیفون 16 باید میدونستید و تقریبا تو این ویدیو بهتون گفتم طراحی هایی که به نظر من خیلی تفاوت چندانی نکردن برگشت به دو سال سه سال قبلش که زیر هم دیگه شد یه ذره نانازتر شده یه ذره احتمالا نازکتر هم میشه هاشی های نمایشگر شما خیلی دوست دارم ببینم آیفون 16 پلاس که روی نسخه های پرو مخصوصا پشتش که هیچ تغییری نکرده و هیچ تفاوتی رو نمیتونید احساس بکنید ولی هاشی رو من دوست دارم ببینم این چی اپل اضافه کرده نظرتون رو بنویسید که آیا همچین دکمه ای لازمه مثلا داشته باشی اگه اپل اپله که میاد یه جوری پرزنت میکنه که تو مثلا 16 سال داشتی از یه گوشی استفاده میکردی میگی وای من 16 سال تباه شدم چجوری من این دکمه رو نداشتم مگه میشه اصلا بدون این دکمه زندگی کرد اپل معمولا توی پروموت کردناش قویه تموم شد و رفت دوتارم برگردونم و بره سراغ کاراش امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد امیدوارم که دق... ته همه ویدیوهایی که یه آیفون هست میدونید چیه ریجستری آیفون 13 پرو مکس تصویب شد امروز که 114 میلیون تومن یعنی اجرایی میشه گمرکیش و شما یه آیفون مثلا 13 پرو مکس رو تو امارات میتونی با دو... 2500 درهم نه بیشتر 3500 درهم بخری بگو اصلا 4000 درهم درهمو 15000 تومان حساب کن نه 20000 تومان حساب کن البته امروز امروز که دارم این ویدیو رو رکورد میکنم ساعت 3 صبح 12 تیره 20000 تومان درهمو حساب کن زب در چهار کن میشه 80 میلیون تومن اوکی 80 میلیون تومن رو به اضافه 114 کن یعنی شما 200 میلیون تومن بدی یه دون آیفون 13 پرو مکس بگیری حالا ما داریم آمار و ارقام آیفون های 16 رو میگیم من ازتون از خواهی میکنم ولی ماها که عشق تکنولوژی هستیم دوست داریم دیگه باید این کارا رو بکنیم و من مطمئنم که یه روز خوب میام